مرض سیستم اندوکرین است که به نام هایپرتایروئیدیزم یاد میشه، یعنی فرط فعالیت غده درقیه یا پرکاری غده درقیه. ما قبلا سر مرض معکوس از این که تفریط فعالیت غده درقیه هایپوتایروئیدیزم یا کمکاری غده درقیه است گپ زده بودیم. این حالت یا هایپرتایروئیدیزم یا فرط فعالیت غده درقیه حالت معکوس از این است. خب یک کمک بازم یادآوری میکنم که سیستم اندوکرین چی است. وجود انسان یک ماشین بسیار مغلق است. وجود انسان از سیستم‌های مختلف ساخته شده، مثلا جهاز هضمی، جهاز قلبی یا دوران خون، جهاز تنفسی، سیستم تنفسی، سیستم بولی تناسلی، به این شکل یک سیستم دیگه است به نام سیستم اندوکرین یا سیستم اندوکرین. یاد میشه که یک مجموعه غدوات است که در دماغ است، شروع مثلا گردن است، در بالای گرده هاست، در خانم ها مبیس ها و در مرد ها خوشی ها و چند غده دیگه مثلا پانکراس و اینا، که اینا وظیفه دارن که اینا هورمون ها را در وجود می سازن و این هورمون ها را مستقیما به جنان خون داخل می کنن و این یک کنترل هورمونی است. وقتی که هورمون ساخته می شده، اما هر غده مشخص در هر حجره بر از او یک ریسپتور یا آخذی خاص دارد. وقتی که هورمون میره سر از او ریسپتور یا آخذه میشینه، اون فعالیت را که قرار است بکنه انجام میده. در اینجا امروز مشخص سر غده درقیه یا غده تایروید گپ خواهد زدیم و به صورت مشخص تر امروز سر فرط فعالیتش یا پرکاری غده درقیه گپ خواهد زدیم. غده درقیه یک کمک سر مسئله آناتومی یا ساختمانش اگه بگویم، یک غده است به شکل شوپرک در قسمت قدامی گردن، قدامی و پایین گردن قرار داره. فقط از انجر پایین این غده قرار داره. این غده هورمونای را افراز میکنه که به نام هورمونای غده تایروید یاد میشه و دو هورمون عمده از این، یکیش به نام T4 یا تایروکسین، دیگهش به نام T3 یا تری‌آیودوتایرونین یاد میشه که هر دوش هورمونای غده درقیه است. دکترها چیزی را که میبینن T4 که در جریان خون به صورت آزاد دوران داره، او بخش هورمون را میبینن و اساس از او تداوی را تنظیم میکنن. وظیفه از این هورمون چی است؟ این متابولیزم وجوده ای کنترل میکنه. متابولیزم چی است؟ ساخت و ساز. ای که مثلا اگه کالوری یا انرژی چی قسم مصرف شود، چی وقت مصرف شود و چی وقت ذخیره شود، ای کارا رو میکنه. همچنان سیستم هماهنگی بسیار عجیب داره سیستم اندوکرین که ای مثلا نشونمای بدن کنترل میکنه، وظایف اعضای مختلف مخصوصا وظایف دماغ در اطفال فوق العاده مهم است و دیگه اعضا و سیستم ها، وظایف جنسی، فعالیت جنسی، وظایف تکثر و تناسل، وظایف خواب یا روحیه امی خلق و خوی شخص و دیگه فعالیت ها را کلش این سیستم اندوکرین با واسطه هورمون های خاص خود تنظیم میکنه و مراقبت میکنه و به موالت تعادل نگاه میکنه. درباره آناتومی یعنی ساختمان غده درقیه گفتیم که یک شکل چوپرک مانند داره و در قسمت پایین گردن پایین تر از حنجره قرار داره. این چطور کنترل میشه؟ سیستم اندوکرین یک سیستم فوق العاده جالب است. وقتی که آدم میبینه که چه قسمی سیستم جور شده، این سیستم از خودکار خودش خود کنترل میکنه. مثلا اگر یک هورمون ضرورت باشه که زیادتر افراز شود، همون هورمونای کی را تنبیه میکنه
مقدار از هورمونا در خون بالا میره دی مشخصه، تنبیه میکنه او اما هورمون مربوطه خود میسازه. در قسمت چیزی که ما گپ میزنیم غده درقیه، مثلا در دماغ یک بخش دماغ است که اکثر وظایف مرکز اکثر وظایف اونجا است که به نام هایپوتالامس یاد میشه. هایپوتالامس یکی از جایی است که یک هورمون را افراز میکنه که به نام TRH یا thyrotropin releasing hormone یاد میشه. این thyrotropin releasing hormone وظیفش چی است؟ وقتی که افراز میشه یک غده دیگه است پایین تر از او که هم در دماغ است که به نام غده نخامیه یاد میشه. این یک غده است که تمام فعالیت های غدوات کنترل میکنه، مثل یک ارکستر، مثل دفعه پیشتر گفتیم در ارکستر را آدم میبینه که یک رهبر ارکستر است. این رهبر ارکستر برای موزیسین های مختلف میگه چی وقت کی بنوازه چی وقت خاموش باشه. این غده عین وظیفه را داره. وقتی که از هایپوتالامس امی thyrotropin releasing hormone آزاد میشه، این مس غده نخامیه یا غده پیتیوتری این غده را تنبیه میکنه و این غده یک هورمونی را افراز میکنه به نام TSH یا thyroid stimulating hormone، یعنی هورمونی که غده درقیه را که در اینجاست تنبیه میکنه. وقتی که این غده درقیه تنبیه شد، درقیه این غده بالا برش میگه که خودت باید مقدار هورمون زیاد بسازی. غده درقیه هم در جوابش T3 و T4 اما تو پیشتر گفتیم یه اش هورمونای غده درقیه است که به نام تایرونین که T3 است و تایراکسین که T4 است ایره افراز میکنه. سویه از نرمال اگر بالا بره خود از این هورمونای غده درقیه پس نهی میکنه مرکز کنترول. یعنی در اینجا وقتی که به اندازه کافی بالا بره این هورمونا خودش همو کنترولر هست میگه که بس است و این چیش پس پایین میه. خب برزی که بفاهم یک اصطلاحی را که زیاد آدم بشنه هایپر است. هایپر در لاتین بالاتر از نرمال میگه یا فرط فعالیت اگه باشه یا افراد در کار اگه آدم افراد میگنه هایپر است تفرید میکنه هایپو مقابلش است یعنی کم. مثلا ما شما میبینیم که فشار خون بلنده در تعاوت بنام هایپر تنشن یاد میگن، تنشن فشار میگه، هایپر یعنی بالا، فشار بلند. و اگر یک آدم همیشه زوف میکنه فشارش پایین میفته میره بنام هایپو تنشن یاد میکنه. اما طور گفتیم که دی درخیه در کنترل متابولیزم ما، در کنترل رشد نمو، در کنترل درجه حرارت، مخصوصا در فال در رشد دماغشان. و او خاطر است که اگر مادر ای فرط فعالیت یا تفرید فعالیت غده درقیه داشته باشه و ای حامله باشه، ای فوق العاده مهم است که برای صحت مادر و صحت طفل ما ای هورمون‌ها را به مساوی نرمال نگاه کنیم. ای هورمون وجود می‌سازه. از چی می‌سازه؟ هورمون تایراکسین جزء عمده از این یک ماده کیمیایی است به نام آیودین یا آیودین. این منابع غذایی از این مثلا در غذای بحری مثل ماهی و دیگر غذای بحری مثلا شرمپ یا همچنان در تخم، در لبنیات این در مواد غذایی یعنی به صورت وافر یافت میشه. این وظیفه از این هورمون همونطور گفتیم این کنترل متابولیزم یا استقلاب وجود است. همین در قد احتراق کالوری چطور با مصرف میرسن. این وظیفه‌ش است. یعنی کسی که فرط فعالیت غده درقیه داشته باشه یا هایپرتایروئیدیزم داشته باشه همه چیز در لین سرعت است. مثل که در هایوی آدم میبینه که یک لین است که با سرعت مردم موتورا رو میدونه، در دیگه لین کسایی که سلو میدونن مریض هستن یا پیر هستن یا محتاط هستن اونا در طرف دست راست میدونن، دیگه در طرف دست چپ پیش میشن. در اینجا اگر در لاین سلو یا آهسته باشه او هایپوتایروئیدیزم است، در لاین سرعت باشه هایپرتایروئیدیزم است. هر چیزی که باعث از این شبه که غده درقیه هورمون تایروید از حالت نرمال که زیادتر افراز کنه اینمی حالت هایپرتایروئیدیزم است. عوامل از این در کشورهای غربی عامل عمده از یک مرض است به نام گریوز دیزیز یاد میشه که در این مرض خود غده درقیه مقدار هورمون زیاد افراز میکنه. و چون این گریوز دیزیز میگه دکتری که برای دفعه اول این توضیح کرد یک دکتر آیرلندی بود به نام رابرت گریوز، به مخاطر به افتخار از او این مرض به نام از او یاد میکنن. این دکتر
این مرض 150 سال پیش توضیح کرده. ای گفتم از عمده ترین عامل هایپرتایروئیدیزم و فرط فعالیت غدد درقیه هست و ای یک مرض آتو ایمیون است. یعنی آتو ممانای خود ایمیون یعنی معافیت. سیستم معافیتی ما به صورت نرمال طور است که ما را محافظه میکنه از ویروس، از باکتری، از هر چیز خارجی که باشه. سیستم معافیتی انسان یک میکانیزم بسیار جالب داره. سلف و نان سلف. این دمو حالت روشنی انوش که طفل یا جنین در رحم مادر است، این تعیین میشه تمام انتیجنای وجوده، تمام پروتئین مهم وجوده سیستم معافیتی میبینه، مجرات بایش معرفی میشه که اینی مربوط این شخص است. هر چیزی که اون نباشه او را رد میکنه. مثل که مثلا ما ترانسپلانت میکنیم یا مریض پیوند گرده میکنیم، میبینیم که پیوند گرده رد میکنه، باید دوایی بدیم که سیستم معافیتی تضعیف کنیم. در این سیستم معافیتی یک حالت میه که سیستم معافیتی به جای اینکه دفاع کنه، این معکوس وجود خودش مورد حمله قرار میده. که بعض امراض آتوایمیون یکیشون مرض گریوز است. در مرض گریوز که اکثرا در باز فامیل ها دیده میشه و ایره کس نمیفهمه تا بالا که چرا یکی از عوامل بزرگ مرض هایپرتایروئیدیزم گریوز دیزیز است. در این مرض چی میشه که سیستم معافیتی با مقابل خود غده درقیه انتیبادی تولید میکنه. یعنی میخواه که غده درقیه را تخریب بکنه و وقتی که کار صورت میگیره، چطور صورت میگیره که انتیبادی هایی که مقابل ازی ساخته میشه، این به نام TSI یا Thyroid Stimulating Immunoglobulin یاد میشه. وجود انسان هر چیز را که خارجی فکر میکنه، یعنی از خود فکر نمیکنه، مقابل از او را به قسم انتیجن مشناسه، یعنی تولید کننده ضد خود، و چیز را که مقابل از او میسازه سیستم معافیتی به نام انتیبادی یاد میشه. یعنی انتیبادی میره سر از او عمله میکنه که او را تخریب کنه. در اینجا همین TSI یا Thyroid Stimulating Immunoglobulin که این مقابل غده تایروید ساخته میشه سر سیستم معافیتی، این عیناً مثل TSH یا Thyroid Stimulating هورمون عمل میکنه. Thyroid Stimulating هورمون یا TSH گفتیم که در غده مخامیه یا غده هایپوفیز یا پیتیوتری ساخته میشه، نه غده درقیه را تنبیه میکنه که زیادتر هورمون بسازه. در اینجا ای هم TSI یا Thyroid Stimulating Immunoglobulin این کار را میکنه با یک تفاوت که در سیستم نرمال که است Thyroid Stimulating هورمون وقتی را تنبیه میکنه این مقدار بیشتر هورمون را میسازه، اما وقتی مقدار به اندازه میرسه کافی است، این خود از این باعث از این میشه بود نهی کنه، یعنی افراز TSH پایین میره که خود از این دیگه زیاد هورمون تولید نکنه. در اینجا این سیستم فیدبک میگه، سیستم فیدبک مثبت که تنبیه میکنه، سیستم فیدبک منفی که نفی میکنه. در اینجا این سیستم فیدبک منفی از نداره ای و ای به صورت متواتر ای رو تنبیه کده میره و غده درقیه زیادتر هورمون تایروید ساخته میره و این مرض میتونه بشه هر کسی دیده شود، در هر سن و سال دیده شود، در زن، در مرد، اما بیشتر پیش خانمای بین سن بین 20 تا 40 زیادتر دیده میشه. اعراض و علائم از این مرض که پسان سرش گپ خواهدیم شامل تمام اشخاصی که هایپرتایروئیدیزم به هر دلیلی که داره بلای از اعراض و علائم، این مریض ها به صورت مشخص چند چیز دارن. مریض های گریوز، کسایی که عامل هایپرتایروئیدیزمشون یا فرط فعالیت غدد درقیه مرض گریوز است، اینو یک عادت را می داشته باشن که منام اگزافتالومس یاد میشه. اگزو برامده، افتروم چشم، یعنی چشم اگزو برامده است. وقتی که آدم یادم را می بینه مثل کسایی است که به حساب از تعجب چشمشان از خبری برامده. به صورت نرمال اگه آدم می بینه انسان ها را، مثلا کسایی که نقاشی میکنن، رسوم میکنن، میبینه وقتی که چشم رسم میکنن سویی چشم قسمت بالایش سفیدی معلوم نمیشه، یک تماس بسیار خفیف داره، قسمت بسیار کم سویی چشمه پلک میپوشونه. در این مریضا
وقتی که آدم به چشم مریض توجه میکنه در معاینه فیزیکی میبینه که سفیدی چشم در پایین پلک معلوم میشه. این یک علامه است که آدم متوجه شد که شخص شد هایپرتایروئیدیزم و گریج دیزیز داشته باشد. این یک چیز است که اگزوفتالموس یا چشمای برآمده دلیلش پسان توضیح خواهد کردم که چرا این چشما از عوقت برآمده میباشه. و دیگر یک حالت دیگه است به نام میکس تیما. این تیما اوزایما را میگه، شما در طبابت در افغانستان اوزایما میگیش یا پوندیدگی. در اینجا میکس تیما این یک حالت است که مواد کیمیایی که به نام میوکو پالیساکراید در جلد در طبقه درم، جلد سه طبقه دارد، اپیدرمس، درمس، هایپودرم، در طبقه درم، در طبقه وسطی ساق پا این تجمع میکنند. در این مریض ها، یعنی اگر مریض هایپرتایروئیدیزم یا فرط فعالیت غدد درقه تداوی نشه، آیا خطرناک است یا نه؟ این مرض میتونه بسیار خطرناک باشه و این میتونه همی نظر به شدت مرض است. مرض میتونه خفیف باشه، متوسط باشه، شدید باشه. در بسیاری حالات میتونه این باعث بی‌نظمی های قلبی شه که به نام cardiac arrhythmia یاد میشه، یعنی بی‌نظمی های قلبی. یکی از بی‌نظمی های قلبی که زیاد معمول است پیش از این مریض واقع میشه به نام atrial fibrillation یاد میشه. atrial fibrillation چی است؟ وقتی قلب به صورت نرمال آدم میبینه چهار جوف داره، دو جوف پایینی که جوفای عمده است، دو جوف بالایی که جوف را به نام عزینات یاد میگیره، عزین یکیش از عزینات جمعش است و پایینش به نام بطینات یاد میکنه. قلب وقتی خون پمپ میکنه اگه آدم تو ببینه بخش بالا به این شکل بالا پایین پمپ میکنه، پایین با کل وجود پمپ میکنه. این یک حرکت بسیار منظم است، عضلات در عین زمان تقلص میکنه و تقبض میکنه. در حالت atrial fibrillation این بخش بالا که است که عزینات یا جوهای کوچک است، این به جای اینکه تقلص و تقبضش به این شکل باشه یا به این شکل یعنی از نظم مبره به نظم میشه، در این حالت خطر از این است که خون در اونجا بانه علقه کنه، در دفعه که با پایین میره دفعه بعدی این میتونه به هر قسمت وجود پم شود. اگر در دماغ بره با ستروک یا سکته دماغی میشه، اگر در قلب بره باعث سکته قلبی میشه یا عمده قلبی میشه و یعنی این خطر از این است. پیش از این مریض اگر تداوی نشن شکل شدید یا شکل متوسط شتا باشه میتونه atrial fibrillation دیده شود. دیگه میتونی مریض از درد صدری یا دردای صدری یا خناق صدری داشته باشن، مثل دردای قلبی واره. دیگه در حالات بسیار نادر، اگرچه زیاد واقعی نمیشه، اما در حالات نادر این میتونه باعث عدم کفایی قلب شه. یعنی در گریو دیزیز یا مرض گریو در اینجا بر علاوه اعراض علائمی که تمام مریضا میتونه داشته باشه، مریضای هایپرتایروئیدیزم، اینا همی pre-tabial myxedema یعنی تجمع مواد کیمیایی در قسمت پیشروی ساق پا در جلد دیده شود، همچنان exophthalmos یعنی چشمای از حدقه برآمده پیش از این مریض می باشد. یک حالت دیگه هست که تایروید میتونه بزرگ شود و در اینجا ناجیل ها کتلات دیده شود که این میتونه آدم با اولتراساوند این ببینه. اکثر از یا هورمون تولید نمیکنه، بازش هورمون تولید میکنه. این به نام نادولر گوایتر یاد میکنن و اگر یک نادول باشه نادولر گوایتر یا اگر زیاد باشه این به نام مولتی نادولر گوایتر یاد میکنن. و این یکی از عوامل دیگه هایپرتایروئیدیزم است. حالا گفتیم که گریوز دیزیز، دیگه شم مولتی نادولر گوایتر میتونه عامل اون دیگه باشه. در کشورهای دیگه غیر از کشورهایی که کشور اروپایی آمریکایی در دیگه جا ای زیاد عامل عمده است. همونطور که گفتیم که گریو دیزیز میتونه که اعراض چشم بده، گیره به نام گریوز اوربیتاپاتی یا به نام گریوز افتالماپاتی، یعنی امراض چشم که توأم با مرض گریوز است. در این اشخاص چشم از حدقه برآمده، سفیدی چشم در بالاتر بالای چیز زیر پلک بالایی معلوم میشه که به صورت نرمال معلوم نشه، این اشخاص خشکی چشم پیدا میکنن، چشمایشون تخریشت میداشته باشن، چشمایشون سرخی میداشته باشن و در حالات شدید در پیش از این مریض ها میتونه باعث دیپلوپیا یا دبل ویژن یا دوبینی شود، یعنی یک چیزی را دوتا میبینه. خب دلیلش این است که در کره چشم وقت که آدم میبینه
در قسمت پشت سر کره چشم چهار طرف چشم که از عضلات است. کمی که حرکات چپ و راست و بالا و پایین یا حرکات حتی بعضن نیمه دورانی نمی چشم داره، این کلش به خاطر اینه که چهار طرف عضلات است و عضلات به کوردینیشن بسیار عجیب کار میکنن. اینمی پلک مریض پلک بالایش باز واره می باشه. چشم مریض طرف سل میکنیم به این شکل است، یعنی سفیدی چشم آدم میتونه ببینه. دلیلش ای است که در اینجا در صورت که در اینجا اوزایما یا التهاب، یعنی التهاب از عضلات دیده شود، وقتی التهاب واقع شد پوندیدگی واقع میشه. چشم خوب یک ساکت داره که ساختمان عظمیست، یعنی استخوان است، این زیاد گنجایش نداره که در یک طرف ها بره. یکانه طرف که واز از پیشروی چشم است، این کره چشم تیله میکنه پیشروی، از اون خاطر از چشم از یاد از حدقه برآمده مالان میشه. و این مریضی است که تیبی که آدم بسیار کم واقع میشه که ایره مس کنه آدم. حتی مریضای چک آدم میبینه در معنی عادی آدم میفهمه که اینی آدم شاید شکل خفیف مرض داشته باشه، معاینات برش میکنه که پسان سر معاینات چکه بکنه، اکثر این دمیجه که بله ثابت میشه که ممکن داشته باشه. و ای امی گریفز افتالماپاتی یا اوربیتاپاتی یا امراض چشم مربوط گریفز دیزیز یا مرض گریفز، این تظاهرات بسیار شدیدش کم دیده میشه، اینا زیاد دیده نمیشه مگر در سیگریتی ها، در سیگریتی ها زیادتر دیده میشه. یعنی یکی از اضرار دیگه سیگریت که یک حالت بسیار وخیمه که این مریضا می داشته باشه و در دیگر نادر دیده میشه، اینا میتونه زیادتر دیده شد. التهاب گفتین که باعث از این میشه که این عضله و شهم این چشم پیشروی تیله میکنه و جای تنگ میشه. کره چشم اگه آدم ببینه به شکل یک تخم است. پشت سرش، یعنی چشم وقتی که ساختمان داخلی چشم آدم میبینه، چشم فش داره که به نام رتنا یاد میشه. این خود از این در واقع این عصب است. و این عصب از کجا آمده؟ از پشت سر مثل یک وایر بسیار کلان یا یک کیبل بسیار کلان که به نام اپتیک نرو یاد میکنه یا عصب بصری، عصب بینایی. حالا اعصاب که است، اعصاب تحمل فشار، تحمل هیچ چیز نداره. بسیار اعصاب نازدان است که اعصاب. وقتی که سرزی فشار باید، این میتونه که فشار اگر زیاد باشه، حتی میتونه باعث از بین رفتن بینایی شه. برای که اینمی اعصاب چشم است که بینایی رو تامین میکنه، وقتی که اینجا فشار باید، دیگه نمیتونه آدم سرش. خب، از عامل اول گفتیم Graves disease، عامل دیگه شو گفتیم nodular thyroid که همون شکل که اگر یک نادول باشه بنامه یونی نادولر یاد میشه، اگر چندین نادول باشه بنامه مالتای نادولر گویتر یاد میشه. اکثرا ای ممکن هورمون افراز نکنه، به اون خاطر اگر هورمون افراز نکنه این نادولا کدام عراض علائم نمیداشته باشه. اما اگر هورمون افراز کنه ایره بنامه نادول های گرم یا هات نادول یاد میکنه یا تاکسیک نادول یا نادول های سمی یاد میکنه. به اون خاطر اگر مردم خانما رو خوشن دیده باشین، گفتیم که پیش هر کسی دمیشه اما پیش خانما زیادتر، این در جایی که خانما مثلا شکایت میکنن میگم در پولی در ایچه میگه که یک برامدگی در گردنم پیدا شده. اکثرا این وقتی که آدم میبینه بهترین رای از این است که آدم این رو اولتراساوند بکنه که ببینه که آیا این تنها دخامه است یا پندیدگی است یا ایست که نادول هم داره یا اخده هایی اونجا داره و اگر داره آیا او هات نادول است، یعنی هورمون تولید میکنه یا ایست که نادول های عادی است که هورمون تولید نمیکنه. برای اینکه تداوی های از این کلش فرق میکنه. خب این دو دلیل ها گفتیم. دلیل دیگهش که هست به نام پینلس تایرویدیتیس یاد میشه، یعنی یک التهاب غده تایروید بدون درد. و همچنان postpartum thyroiditis یا التهاب غده درقیه بعد از وضع حمل. یک موضوع دیگر که باید بگم که در لاتین در اصطلاحات طبی یک پسوند ایتس در آخر هر کلمه که بیاید این التهاب معنا میده. مثلا thyroid یا غده درقیه، thyroiditis یا التهاب غده درقیه، appendix appendicitis یعنی وقتی که این التهاب کنه، یا مثلا هپر یا جگر، هپاتایتیس التهاب جگر، پانکراس پانکراتایتیس. در اینجا پینلس تایرویدیتیس یعنی
التهاب غده تایروید که پینلس است، یعنی دردناک نیست، حساس نیست. پوندیده اگر تماس میگیرید درد نداره. و دیگر پوستپارتم، پوست بعد پارتم ولادت، یعنی التهاب غده تایروید که بعد از ولادت رخ میده. و این التهاب معمولا به صورت موقتی میباشه، برای چند ماه دوام میکنه، هورمون افراز میکنه و باعث امی اعراض و علائم هایپرتایروئیدیزم یا فرط فعالیت غده درقیه میشه. این میتونه چندین ماه بعد از وضع حمل واقع شه. آدم تا که دقت نکنه هیچ آدم شاید فکرش نشه که چرا، اما وقتی که تاریخش مریض میبینه که میبینه که 5-6 ماه پیش مثلا یک ولادت داشته و این ممکن است که پست پارتم تایروئیدیتیس التهاب بعد از وضع حمل باشه. زیادتر اعراض پیزدی مریض دیده میشه خسته، شخی عضلی، در شکمشون زیاد نفخ و باد میباشه، وزن زیاد میگیرن و این بر چندین ماه دوام میکنه. اعراض علائمش معکوس هایپرتایروئیدیزم مثل هایپوتایروئیدیزم یا کمکاری غده درقیه است. و این آدم وقتی که مادر میبینه که پیش دکتر میه که تک طفل در بغلش، طفل 5-6 ماه، و این چی میشه، آدم باید سر از این فکر کنه که میشه که پوست پارتم تایروئیدیتیس یا التهاب بعد از وضع حمل غده درقیه باشه. دیگه یک حالت دیگه است به نام سب اکیوت گرانیولوماتوس تایروئیدیتیس یا التهاب تحت الحاد گرانیولومایی غده تایروئید. این چی است؟ تو فکر میشه که این التهاب یا تایروئیدیتیس عاملش ممکن ویروس باشه و این ویروس های مختلف ممکن تاثیر داشته باشه، مثل ادنو ویروس که باعث زکام و ریزش یکپا میشه، همس ویروس یا ویروس که باعث پوندیدن خودده میشه که ما بوش کلپوندی میگم، یک طرف پوندیده میباشه برای که غده را ویروس باعث التهاب شده. دیگه میزل ویروس یا ویروس که باعث مرض چرخکان میشه. دیگه ویروس های دیگه هست، یک فامیلی ویروس هست به نام کاکسکی ویروس، یعنی ویروس های کاکسکی، هر کدوم از این میتونه باعث ازی شوه. این چی دیده میشه؟ برعکس او پیشتر که گفتم که پینلس تایروئیدیتیس یعنی التهاب غده درقیه بدون درد، التهاب دارد تماس میگیری درد نداره. در اینجا غده بزرگ میشه، دخامه میکنه، دردناک است، دس میزنیش حساس است. در اینجا ای وقتی که التهاب میکنه میتونه هورمون هم افراز کنه، هورمون بیشتر افراز کنه. هورمون از چی است؟ هورمون از تایروید هورمون است. وقتی که افراز میکنه اونم اعراض علائم فرط فعالیت غده درقیه یا هایپرتایروئیدیسم نشون میده. وقتی که ای دوام میکنه، ای وقتی که ویروس همو دور خود تکمیل کرد از بین رفت، ای پس به صورت نرمال شدن میره، اما دفعتا نیست، پروسس که وقت میگیره. اکثر مریض ها برای یک مدت به حالت معکوس هایپرتایروئیدیسم میرن. اول خوب التهاب بود، هورمون به اندازه زیاد افراز میشد، در اینجا پس هورمون به اندازه کم افراز میشه، یعنی به یک حالت هایپوتایروئیدیسم میره، یعنی که غده درقیه هورمون به اندازه کافی افراز نمیکنه، حالت معکوس. اما تر پیشتر گفتن در تاول در لاین سرعت بود، حال در آیوی در لاین سلوست، همه چی سلو میباشه. خب دیگه از عوامل فرط فعالیت غده درقیه دیگه چی میتونه باشه؟ اما تو گفتیم یک حالت است به نام هایپوتایروئیدیزم که در سابق سرش گفت زده بودیم، در این تفرید فعالیت غده درقیه است که نمی غده درقیه به جایزی که نرمال فعالیت کنه کمتر فعالیت میکنه، هورمون تایروئید که باید افراز کنه کم افراز میکنه. در اینجا این مردم ها باید تداوی بر همیش بگیرن. تداوی از این یک هورمون است به نام لیوتوراکسین یا تایروید هورمون که را باید بگیره. به می دلیل است که بسیار مهم است وقتی که آدم دوا میگیره، دوا را باید بسیار دقت کنه، خصوصا دوای هورمونی که میگیره، که همیشه در عین وقت دوا را بگیره. این هورمون معده خالی و بعد از او برای یک ساعت چیز نخوره تا این با دوا مکس نشه و امو جذب بشه کم نسازه، یعنی جذب هورمون به اندازه نرمال باشه هر روز. این مریضا این هورمون که میگیره، این نامش لیوتوراکسین است یا سنتروید یا تایروید هورمون. یک روز میبینه که صبح میگیره، یک روز میبینه شام میگیره، یک روز کتانون میگیره، یک روز شکم خالی میگیره. اینی امو دوره پرزی که 24 ساعت دوام میکنه. اگر یک روز آدم صبح بگیره با سبای شام بگیره، میبینه که یک روز برای 12 ساعت کفر شد، دیگر روزش برای مثلا
زیادتر وقت 12 ساعت اضافی یک دوا نداشتن. به اون خاطر یا ایست که مثلا بجای ازی که یک دانه بگیره دو دانه میگیره، دکتر من گفتم مثلا نصف شه بگیر، این توجه نکرد دو چند میگیره، یعنی مقدار عمی دوایی که میگیره این زیاد میگیره، این خود از این باعث اعراض و علائم هایپرتایروئیدیزم میشه. برای اینکه تو مقدارش بسیار بلند میگیری این سویه هورمون بالا میره، سویه هورمون که بالا میره عین اعراض و علائم هایپرتایروئیدیزم پیدا میکنه. حالا که شخص هایپوتایروئیدیزم داره، یعنی تفریط غدی فعالیت غدی درقیه داره، در اینجا چون مقدار دوایی را که میگیره بسیار زیاد از نرمال یا از حالت را که بگیره زیاد است، این اعراض علائم فرط فعالیت غدی درقیه را نشون میده. خب تا بالای قدر گفتیم که اعراض علائم ازی، ببینیم که اعراض علائم ازی چی است. مثل اکثر امراض یک تعداد از این مریضا ممکن هیچ اعراض علائم نداشته باشه، اعراض علائم بسیار خفیف داشته باشه. مثلا دکتر اگر معاینه میکنه در معاینه خونش این مقدار هورمون بلند می باشه، مگر شخص ممکنه اعراض علائم هیچ نداشته باشه. اما در دیگه حالا در پیش اکثر مریضا میتونه یک یا چندین یا همه از این اعراض علائم را که میگیم باشه. مثلا مریضا تهیج می داشته باشن، انزایتی، میتونه تخرشات داشته باشن، زود قار میشن، خشمگین میشن، ایریتابیلیتی داشته می باشه، مشکلات به خواب رفتن دارن، تغییر پرسونالیتی، یک آدم میگه یه آدم بالکل متفاوت از جور شده. برزی که این هورمونه که فعالیت غدی درقیه را کنترل میکنه بسیار زیاد است، همه چیز در لین سرعت است. اینا مثلا میتونه احساس ضعیفی بکنن. اکثرا شکایت از مریضا احساس ضعیفی زیادتر در عضلات بازو و عضلات ران زیاد است. شکایت مریضا از نظر کلینیکی است، مریض میگه که من یک چیز وزن سنگینه که بلند میکنم بسیار مشکل دارم، سابقه مشکل نداشتم. یا ایست که مثلا عضلات ران ضعیف میشه، میگه شکایت تیپیک مریضی است که من از اینه بالا میشم خسته میشم، ضعیف احساس ضعیفی میکنم. یا ایست که مثلا در چوکی شیشته میباشم، وقتی که میخوام از چوکی بخیزم مشکل دارم، سابقه مشکل نداشتم. یا ایست که مریضا را وقتی که دست معاینه میکنین مثلا دکتر بر مریض میگه که دستات پیش بگی، میبینی که دستاش رشه داره میلرزه. خب دیگه از اعراض سمپاتیک یکی تعرق است، مریض زیاد عرق میکنن، تحمل گرمی را ندارن، هیت انتولرانس دارن، یعنی درجه حرارت بدشون میاد، که ای در بعض خانم ها در حالت چیام است که وقتی که به منوپاز میره یا قطع تمس میره خون متفاوت است. دیگه فشار خون از ممکن بلند باشه، نبضشون سریع می باشه، مثلا نبض نرمال در حدود 60 تا 100 است، از یا میتونه 110 باشه، 120 باشه، نبضشون میتونه غیر منظم باشه. اونم پیشتر گفتیم که میتونه این واسه اترال فیبریلیشن شه یا بی‌نظمی دیگه قلبی رو بر بیاره. تنفسشون سریع می باشه. کل از یاد تاثیرات اعصاب سمپاتیک است. این مثلا ادرنالین یک مثالش است که وقتی که به صورت نرمال هم ادرنالین هورمون fight or flight میگه، یعنی هورمون جنگ یا گریز. در این حالت مثلا وقتی که یک آدم مورد حمله قرار میگیره، این شخص میبینه که ادقایش باز میشه، کران میشه، برای خوب ببینه، جلدش تماس میگیره، عرق میکنه، برای اینکه یا ایست که اگر بخواد بدوه و به سر سرعت فوق العاده میدوه، اینی به نام هورمون fight or flight، یعنی یا جنگ یا گریز کو. این کلش تاثیرات ازی است و این بخش جالب اینمی است که باز در بخش تداوی عرضی ازی ما میگیم که چرا و کدام دوا را استفاده میکنیم. بویای از این مریضا برعکس مریضای هایپوتایروئیدیزم و تفریط غده فعالیت درقیه، در اینکه مویاشون لشن است، جلدشون نرم است. چرا؟ برای اینکه در این جریان خون سریع است، نبض سریع است، از حرکات قلب سریع است، پس خون به وجود بسیار زود دوان میکنه، این اروای از او خوب است. مریض بالا وجود از او احساس خستگی میکنه، ریفلکس هایش هست، مثلا دکتر اعصاب وقتی که یا دکتر آدیون که این اعصاب مردم که معاینه میکنه یک چکوشک داره که میزنه، میبینه که ریفلکس از این مثلا اگر در زانویش میزنه بسیار شدید ریفلکس داره. دیگر این مردم میبینه که شکایت نگرن که من اشتهای من بسیار خوب است، نانم بسیار زیاد میخورم، مگر وزن میبازم. خب چرا یا وزن میبازم؟ یکی ایست که حرکات امایشان یا روده ها هم سریع است،
روز جنین دفعه میرن اونجا. و دیگه ایست که چون میتابولیزم از یا بالاست وجود بسیار انرژی زیاد مصرف میکنه و یا زود کش نمیشه. پیش از این مریضا اگر این کتله خوده درقیه دخامه کده باشه، یعنی بزرگ شده باشه، به اندازه بزرگ شده باشه که فشار بره سره، چون این پیشروی نی هوایی، یا و این مریضا هم که بیشتر گفتم چندین بار اگر عامل مرض از یا یعنی عامل هایپرتایروئیدیزم گریوز دیزیز باشه، مرض گریوز باشه، اینا اونم چیزی که گفتیم که دادگاه دیده نمیشه، در اینا هم دیده میشه و او مسئله اگزافتالموس یا پیش برآمدگی چشم یا چشم از عدد قبر آمده و مکس دیما یا امی اوزایما یا اوزایما یا تجمع مواد نارنجیگن از جلد. از معذرت که مکالمه قطع شده بود و من متوجه نبودم. خب پس میریم از بخش شروع میکنیم که من نمی‌فهمم چه خبر میشه قطع شده. به هر صورت اثر اعراض و علائمش که گفتیم اگر قطع شده باشه به صورت گذرا میگم که باز مجزا هیچ اعراض و علائم نداره و در معاینه خون تنها هورمونشون بلند میباشه T4 و T3 و TSH درشان پایین میباشه. این مجزا میباشه تحریش داشته باشن، تخرشیت داشته باشن، مشکلات خواب داشته باشن، احساس ضعیفی کنن، مخصوصا عضلات بازو و عضلات ران که اینا مشکلات در بلند کردن وزن، در بالا شدن زینه و در بلند شدن از چوکی داشته باشه. میتونن زیاد عرق کنن، تحمل گرمی رو نداشته باشن، هیچ انتولرانس میگه، فشارش خونشان بلند باشه، نبضشان سریع باشه یا نبضشان غیر منظم باشه، تنفسشان سریع باشه، به نام تکپنیا یاد میشه. این کلش تاثیرات اعصاب سمپاتیک است و ایست که پیش از یا مویاشان نرم می باشه، سخت می باشه و جلدشان هم نرم به خاطر اینکه ایروای از یا بسیار خوب است. احساس خستگی میکنن، ریفلکس های عصبیشون بسیار شدید می باشه، همی عکس های عصبی، وزن می بازن با وجود که غذای نرمال می خورن یا حتی نرمال که زیادتر می خورن، برای اینکه مواد کیمیایی را یا همی مواد غذایی را کالری را زیاد مصرف می کنن، احتراق کالری بلند است و سردگان اینا اسخالات می داشته باشن که زیاد زایی می کنن. و اگر این کتله بزرگ باشه این می تونه فشار بره سر شزن یا وینت پایپ یا مجرای تنفسی و این حالت خفقان هم وجود بیاره. اگر زیادتر فشار باشه میتونه حتی حالت را بر مریض میده که دیسفیژیا یا اصلت بلع، وقتی نان میخوره میگه در گلونم بند میمونه، این حالت میتونه داشته باشه. و مثل که پیشتر گفتیم چندین بار برالایزی اعراض علائم که مریض شاید یکشه یا همشه داشته باشه هیچ کدامشه نداشته باشه، اگر گریف دیزیز عاملش باشه در اونجا اگزوفتالموس یا برآمدگی چشمای مریض که سفیدی در قسمت بالا میتونیم ببینیم زیر پلک، و دیگه مکس دیما یعنی تجمع مواد کیمیایی در طبقه متوسط جلد به شکل نارنجی رنگ دیده میشه که تیپیک از ما تصاویر خاک ماندم. خب آیا برای تشخیص از این مرض کدام معاینه وجود داره؟ بله،